سال گذشته در چنین روزی دو موشک سپاه پاسداران ایران هواپیمای مسافربری را در جنوب شهر تنها چند دقیقه بعد از شروع پرواز بر فراز تهران سرنگون کرد. 176 مسافر پرواز در جا کشته شدند. در یک سال گذشته به خانواده آنها چه گذشته؟ جمهوری اسلامی تا کجا حاضر است مسئولیت عمل کردش را بپذیرد و چقدر خانواده ها امیدوارند به اجرای عدالت در ایران؟ اگر عدالت در ایران اجرا نشد، راه های پیش روی آنها چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. در سالگرد حادثه سپاه پاسداران بیانیه ای صادر کرده و گفته متاثر و متاسف است، اما در بیانیه خبری از عذرخواهی نیست. مسئولیت متوجه آمریکا شده که در شب حادثه ایران مشغول انتقام گیری از آن بود، چرا که چند روز قبل فرمانده ارشدش را کشته بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که این حادثه حاصل یک خطای شخصی و بی تدبیری جمعی بوده. گفت که باید عاملان حادثه مجازات شوند، اما تاکنون به گفته دادستان نظامی تهران تنها یک نفر برای سرنگونی هواپیما بازداشت شده. طنز تلخ اینجاست که چندین نفر برای برگزاری مراسم سوگواری و همینطور روشن کردن شمع برای قربانیان بازداشت شدند. بخش قابل توجهی از اونها هم احکام زندان گرفتند. در سالگرد حادثه فضای مجازی مملو از ادای احترام به 176 نفری است که در این پرواز سوار بودند، در شبی که آسمان ایران علارغم فضای جنگی بسته نشده بود. ساقط کردن هواپیما و نپذیرفتن مسئولیت آن برای 3 روز و تلاش برای پوشاندن واقعیت و وانمود کردن اینکه هواپیما با نقص فنی ساقط شده، خانواده‌های عزادار و بخش بزرگی از جامعه ایران را عصبانی کرد. در این برنامه سعی می‌کنیم به جنبه‌های مختلف این اتفاق بپردازیم و ببینیم خانواده‌ها چقدر به رسیدن به حقیقت و عدالت نزدیک شدند. خوش آمد میگم به اعضای خانواده که امشب همراه ما هستند. معرفی می‌کنم علیرضا قنچی با ماست. آقای قنچی دختر نوجوانش درسا، پسر کوچکش پارسا و همسرش فائزه فلسفی رو در سرنگونی هواپیما از دست داده. همینطور سلمه بنی‌صدر دختر نیلوفر حادثه جوادی با ماست. خوش آمد میگم به هر دوی شما. منتظر هستیم که نفر سوم هم به ما وصل بشن، ولی اول از آقای قنچی سوال میکنم. آقای قنچی، در یک سال گذشته چقدر امیدتون به رسیدن به حقیقت و عدالت بیشتر شده در فضایی که تجربه کردید؟ با سلام به شما. در واقع اوایل سال اگه از ما اینو سوال از ما میپرسیدید، من خودم به شخصه میگفتم که امید زیادی ندارم، ولی روند حرکت جمهوری اسلامی در این سال گذشته طوری قضیه را پیش برد که امروزی که من خدمت شما هستم و با در واقع بر اساس جلسه هم که صبح دولت کانادا برای خانواده‌های بازمانده گذاشت و اینکه همکاری لازم رو در سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با در مورد روند این پرونده به درستی انجام نداده، الان من بهتون میتونم به راحتی بگم که امید زیادی داریم برای رسیدن به روز دادخواهی. این قضیه شاید اگر شفاف و به صورتی که کاملا تمام جزئیات پرونده یا جزئیاتی که اطلاعاتی که ما می‌خواستیم دولت جمهوری اسلامی در اختیار ما قرار میداد، شاید این قضیه به این راحتی که الان میتونم خدمتتون عرض کنم که امید زیادی برای رسیدن به روز دادگاه هست رو نداشتیم، ولی متاسفانه یا از طرف ما خوشبختانه امروز میتونم بهتون بگم که روز دادخواهی نزدیک است. برداشت من از صحبت شما این هستش که چون در داخل ایران امیدی ندارید، امیدتون به نهادهای بین المللیه، اینطوره؟ قاعدتا قرار نیستش که کسی که این جرم و مرتکب شده خودش رو دادگاهی کنه. این قضیه مثل مصداق این ضرب المثلی هستش که چاقو دسته خودش رو نمیبره. لذا ما چاره ای نداشتیم که پناه بیاریم به دادگاه های بین المللی و به اون کلاس اکشن ها یا پرونده های قضایی رو درست کنیم بر علیه این فاجعه یا قتل عامی که صورت گرفته، که این یک روند زمانبری رو لازم داشت و پاسخگویی از سمت جمهوری اسلامی ایران
که متاسفانه تا الان که سالگرد هست و ساعتی هم از سالگرد میگذره، ما هنوز پاسخ قانع کننده ای از چراهایی که مطرح کردیم در روند این پرونده از جمهوری اسلامی نگرفتیم. ما چراهای زیادی رو مطرح کردیم که نمیتونستیم مستقیم اینو اعلام کنیم، از زبان وکلا، از زبان دولت مردانی که ما رو حمایت میکردن، این چراها به دست مقامات جمهوری اسلامی رسید، ولی متاسفانه از این 26 سالی که چراهایی که ما داشتیم هیچ کدوم تا الان جوابی دریافت نشده. اینی که گفتید مهم و جالب هست که در ادامه برنامه هم بهش خواهیم پرداخت، برای اینکه با مسئولان اوکراین هم در این زمینه ما صحبت کردیم، جواب مشابه گرفتیم. خانم بنی صدر، فضای مجازی پر شده از همدردی با خانواده ها. ایران به نظر میرسه که یک سر دست کم اون چه که ما میبینیم در فضای مجازی عزادار هست برای این اتفاق. این چقدر به شما قوت قلب میده که این پرسش همگانی که مطرح شده کمک کنه به نتیجه رسیدن این پرونده؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز، از راستش از همون پارسال روزهای اول من این همدردی رو در سوشال میدیا دیدم و حس کردم و فکر میکنم با اینکه دنیا امروز رو سر ما خراب شد، واقعا کمک تک تک ایرونیا و مردمی که با ما همدرد بودن واقعا به ما کمک کرد که بتونیم در این یک سال این روزهای سخت رو سپری کنیم و همینطور همچنان همدردیشون از حمایتشون ادامه داشته و تا به امروز میبینیم، مخصوصا در این یک هفته گذشته. واقعا من خودم هر دفعه که وارد اینستاگرام یا فیسبوک میشم، هر دفعه خودم احساساتم چندین برابر میشه با دیدن این همه لطفی که همه به ما دارن. طبیعتا این به ما انگیزه، انرژی و دلگرمی میده و اینو فراموش نکنیم که اینطور که هممون شاهدش هستیم، این فاجعه، این جنایت غم همه ما هستش، یعنی همه ایرانی ها واقعا در این غم دارن، این صاحب این عزا هستن. و خب من نمیدونم بگم از این موضوع باید ابراز خوشحالی کنم یا متاسفانه ما ایرانی ها باز دوباره این چنان همگی از این غم داریم عذاب میکشیم. خانم بنی صدر، من میدونم که سخته، ولی میخوام یه سوالی از شما بپرسم، چون این اتفاق برای همه ما افتاد. اول همه شنیدیم که این نقص فنیه، بعد از چند ساعت شنیدیم که نه، ممکنه که موشک خورده باشه. من قبل از اینکه از شما این سوال بکنم، اجازه بدین خوش آمد بگم به آقای علوی، امیرعلی علوی هم وارد شدن، ایشون مادرشون رو در پرواز از دست دادن. خانم بنی صدر، میخوام بدونم که شما وقتی که اولین بار شنیدید که این موشک احتمالش هست، نه اینکه نقص فنی، چه حسی داشتید؟ چقدر فرق کرد حستون نسبت به اینکه نقص فنی باشه؟ من درست سه روز اولی که فکر میکردم نقص فنیه، شاید با این فاجعه اینطور برخورد کردم که تقدیر بوده، زمان رفتن مادرم رسیده بوده و زندگیه که باید قبولش کنم و این دیدو بهش داشتم. ولی متاسفانه از روزی که این فهمیدم نقص فنی بوده، هیچ وقت دیگه برنگشتم به اون حس هایی که اون روزهای اول داشتم. انگار نمیگذرم، انگار نمیتونم دوباره برسم به اون نقطه که اون پذیرفتن برام سخت، خیلی سختتر شده. و بله، آقای علوی هم به ما پیوستن. آقای علوی فرزند ندا صدیقی هستن، مادر شما هم در پرواز بودن. آیا شما هم همین احساس مشابه رو تجربه کرده آقای صدیق، آقای علوی؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. سال سختی بوده برای همه خانواده ها و مردم ایران. من از لحظه اولی که دیدم فکر کنم خیلی متوجه شدن که اون نحوهی که هواپیما در آتش بود، این نقص فنی نبود. همه از اون لحظه اول متوجه شدن. اما وقتی که اقرار سپاه پاسداران شنیدیم، یه تیر دیگه ای بود توی قلبمون. یعنی اون روزها که شوک وارد شده بود به ما، دیگه اون احساس چند برابر شد.
خیلی فرق کنه وقتی که یک کسی ظلم کرده و کسی قاتلی وجود داره و شما دنبال دادخواهی باشید نسبت به اینکه مرگ طبیعی باشه. بله. متاسفانه ما این مدت همش مجبور بودیم که بجنگیم با وجود دردمون. آقای قنچی، من میخوام شما را هم حستون رو بپرسم راجع به این موضوع. میدونم که خیلی سخت هست از دست دادن فرزند. اون لحظه که احساس کردید که این سانحه نبوده و یک اتفاقی در واقع به عمد صورت گرفته، حالا هر چه قدم که بگن که به اشتباه، چه حسی داشتید؟ در واقع اگه دست تقدیر بود، اگه در واقع حکم بر این بود که فرزندان و همسر من در یک حادثه ای از دنیا می رفتند، قبول کردن این تقدیر و این اتفاق یا حادثه برای تک تک آدم ها مراسم سوگواری رو به پیش میبره. یعنی شما یک سوگواری خیلی نرمالی خواهید داشت، ممکن است یک سال دو سال عزادار باشید و پروسس یا مراحل سوگواریتون که هم از شک و انکار رو نمیدونم افسردگی و مسائل اینچنین از طی کنید، ولی متاسفانه در سالی که گذشت من به شخصه و میدونم که خانواده های دیگه نتونستیم به صورت طبیعی مراسم سوگواریم رو داشته باشیم. آن حسی که بر ما غلبه داشت و بر من غلبه داره هم اکنون هم همین است، حس خشم هستش. من. چرا که موقعی که متوجه میشی که خانوادت را به قتل رسوندند، خانوادت را با موشک زدند، اولین چیزی که حکم میکنه به عنوان یک پدر و مسئولیت میذاره بر دوش یک پدر این هست که دنبال این باشی که دادخواهی کنی، دنبال این هستی که به بچه هایی که الان نداری و روزی احتمال قطعا خواهید ایش بهشون بگی که من دنبال در واقع تواس این قضیه بودم و به عنوان یک پدر باید دادخواهی کنم. لذا حس غالب بر ما الان حس خشمه، نه حس غم و اندوه. آقای قنچی، اگر که دولت ایران دروغ نگفته بود در سه روز اول، آیا فرق میکرد؟ من یادم هستش بعد از این فاجعه که اتفاق افتاد، حالا بعد از اینکه در واقع از زیر آرامبخش و اینها به سمت فرودگاه منو بردن و اونجا به حال اومدم، یعنی به حال خودم برگشتم، تقریبا تو فرانکفورت بودش. به عنوان یک مهندس مکانیک درصد من تخصصم این هستش که مکانیک خوندم، احتمال خیلی قریب به یقین میدادم که حمله شده به هواپیما مسافربری، چون هواپیمای مسافربری در احتمال افتادنشون به صورت عادی بسیار بسیار غیر قابل هستش، یعنی غیر قابل انجام هستش، لذا احتمال نمیدادم. ولی در هر صورت سه روز کتمان این قضیه طوری شد که تمام ایران و هر کسی دیگه ای که این قضیه رو بعد فهمید که دروغ بوده، دیگه مثل سابق که قبلا هم همین بود البته، ولی دیگه مثل سابق اصلا دولت جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت آنس و صادق قبول نکردن. هنوز هم همین قضیه هست. خیلی چیز ساده ای بود که سازمان، یعنی آقای موقعی که آقای عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هوایی اومد سه روز به جد به دلایل مختلف گفت امکان نداره موشک حمله شده باشه، در حالی که در کل ایران، در کل تهران کسانی که در جنوب تهران بودن این موشک رو دیده بودن. چطور میشه ایشون که وظیفش پاسداری از پروازهای هوایی هست این قضیه رو به این راحتی انکار کنه؟ و آن چیزی هم که بود این بود که خود مسئولین سپاه هم خود آقای حاجی‌زاده هم عنوان کرد که در موقع که این اتفاق افتاد در جنوب کشور بود و رأساً بلافاصله به رؤسای بزرگ جمهوری اسلامی ایران، یعنی به شخص رئیس جمهور اطلاع داد که ما با موشک زدیم. بله. حالا جناب رئیس جمهور میگن که ما سه روز داشتیم فکر میکردیم که چجوری عنوان کنیم. یعنی چی؟ اصلا منطقی نیستش. البته الان اینو میگن، اون موقع که میگفتن اصلا ما نمیدونستیم و ما بر اساس داده‌هایی که داشتیم صحبت کردیم. ولی خود آقای حاجی‌زاده توی مصاحبهش اعلام کرد بلافاصله ما مسئولین بالادست خودم رو در جمع گذاشتم که یعنی در همون ساعت اول در جمع گذاشتم که با ما موشک زدیم. سه روز کتمان این به جد بیای جلوی دوربین بنشینید، آدم‌های مختلف و در واقع مسئولین مختلف این مملکت بیان به جد بشینن و بگن که نه همچین چیزی نیستش. الان دیگه هیچ کسی هیچی قبول نمی کنه. یعنی اگه بگم که چوپان دروغگو مصداق پیدا می کنه، فکر نمی
هم اشتباه گفته باشم. آقای علوی توقعتون چیه؟ خیلی ها ممکنه در خیلی جاهای دنیا توقع بکنن که مسئولانی که این کار رو انجام دادن استعفا بکنن. ما میدونیم که آقای عابدزاده که الان صحبتشون شد، رئیس هواپیمایی کشوری، تا مرداد ماه سر شغلشون بودن، یعنی تقریبا 6 ماه بعد از حادثه هنوز اونجا بودن، 6 ماه 7 ماه. آقای حاجی زاده هنوز سر کار هستن. توقعتون چیه؟ دولت ایران، حکومت ایران باید چه بکنه، چه باید میکرد؟ متاسفانه بعد از این جنایت مجموعه ای از رفتارها رو ما از ایران دیدیم. از همون لحظه اول که بولدوزر انداختن، صحنه رو پاکسازی کردن، خانواده ها رو تهدید کردن، معترضین رو به زندان انداختن، تحقیقات شفافی ارائه ندادن، دلایلشون رو نگفتن، پنهان کاری کردن. اینا همه طوری جنگ روانی بود برای خانواده ها. خبرهایی که هر روز می اومد بیرون، کار خانواده ها به بیمارستان می کشید خیلی وقتا. اینا رفتارهای غیر قابل قبوله. اینا مینیموم چیزیه که باید رعایت می شد، نباید این کار رو انجام می دادن. علاوه بر این باید مسئولین پاسخگو می بودن. طوری که تا الان مسئولین رفتار کردن این بود که انگار چیزی بود که می خواستن انجام بشه، دارن به آقای حاجی زاده به عنوان قهرمان باهاش رفتار میکنن. اینا غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل برای خانواده ها. ما انتظارمون از ایران، دولت ایران این بود که عاملین و عاملین این فاجعه رو معرفی بکنه، حقیقت رو بیان بکنه. ولی طوری که داریم میبینیم اینه که این خطای انسانی نبوده که هیچی، به گونه ای به نظر میاد که انگار عمدی هم در کار بوده. من خواهش میکنم از شما همراه ما بمونید. ما مصاحبه ای داشتیم با یکی از مقام های اوکراینی در این باره، در این پرونده دولت اوکراین که شماری از شهروندانش در پرواز کشته شدن، همینطور به عنوان کشوری که صاحب هواپیما هم هست، از آغاز در حال مذاکره با ایران بوده. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین از طرف این کشور مسئول مذاکرات مربوط به پرونده است. از او خواستم به ما خلاصه ای از اون چه که در مذاکرات با طرف ایرانی گذشته رو بگه. در طول سال گذشته میلادی ما 2 دور مذاکره با مقامات ایرانی داشتیم. اولین دور بیش از 11 ساعت طول کشید. میتونید تصور کنید که چه حجمی از سوالات رو با طرف ایرانی مطرح کردیم. باید بگم در اون مقطع ایران اعلام کرد که آمادگی خوبی برای همکاری و در اختیار نهادن اطلاعات داره. اما اجرای تصمیمات به کندی صورت میگرفت. اطلاعات زیادی هنوز در اختیار ما قرار نگرفته و دائما به ما یادآوری میکنند که تحقیقات محرمانه یا بخشی از اسرار دولتیه. حالا هم ما منتظریم ایران به قولهاش عمل کنه تا بتونیم قدمهای بعدی رو برداریم. طرف ایرانی به نظر میرسه همه چیز رو تموم شده میدونه. گزارش فنی آماده شده، تحقیقات کیفری هم از نظر طرف ایرانی به اتمام رسیده. مقدار غرامت هم اعلام عمومی شده. تنها بخش باقی مونده مذاکرات با اوکراین بر سر میزان غرامت خود هواپیماست. اما از جانب ائتلاف مقابل وضعیت اینطور نیست. هیچ کدوم از ما در تهیه گزارش فنی نهایی دخالتی نداشتیم. ما نام یا درجه افرادی که در این ماجرا دست داشتن رو نمیدونیم و ایران این بخش رو از اسرار دولتی میدونه. ما در بحث غرامت هم ورودی نداشتیم، چون فکر میکنیم باید اول حقیقت آشکار بشه. غرامت هواپیما باید به شرکت بیمه اون پرداخت بشه که خارج از دستور مذاکراته. تا امروز مذاکرات تا اینجا پیش رفته. The compensation for the planes should be paid to insurance companies, and it's quite clear that it is beyond of the scope of negotiations. That's where we are right now. آیا در مذاکره با طرف ایرانی از اونها خواستید که عاملان و آمران رو مشخص کنند؟ اونها چه پاسخی به شما دادن؟ With regards to the criminal track, they assure us that everybody would be brought to justice. اونها به ما تعهد دادن که هر کس درگیر بوده محاکمه خواهد شد. ما از طرف ایرانی خواستیم در جهت اعتماد سازی یک هیئت تحقیق مشترک تشکیل بشه تا اقداماتی نظیر بازپرسی ها یا مطالعه صحنه جرم و شواهد به طور مشترک انجام بشه. در تئوری با اینها موافقت میشه، اما باز در عمل به نظر میرسه ایرانی ها میخوان وقت بخرند. خود ایران میگه اون شب فضای جنگی حاکم بود بر آسمان ایران. آیا از اونها پرسیدید چرا آسمان رو نبسته بودند روی پروازهای مسافربری؟ Of course, as I told you before, we put before the Iranian side more than
40 questions in different fields, starting from coordination between military and civilian sector. به شما گفتم که ما بیش از 40 سال در بخش‌های مختلف در برابر هیئت ایرانی قرار دادیم. از جمله نحوه هماهنگی بین هوانوردی و مقامات نظامی، نحوه خطرسنجی و خیلی مسائل دیگه. اما اونها باز هم ما رو به محرمانه بودن اسرار دولتی حواله میدن و میگن اینها اسرار سیستم دفاع ضد موشکی کشوره. موضع اونها اینه که این اتفاق یه خطای انسانی بوده و موضع ما اینه که خطاهای سیستماتیک و نادیده گرفتن اصول ایمنی پروازهای مسافری اونطور که در کنوانسیون‌های بین‌المللی اومده باعث این فاجعه شده. The system didn't work in a proper way. شهروندان اوکراین هم جزو قربانیان حادثه هستند. آیا دولت اوکراین آماده است که این پرونده رو در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال بکنه؟ We are fully dedicated to our obligations within the Chicago and Montreal conventions. ما کلاً به تعهداتمون در چارچوب کنوانسیون‌های شیکاگو و مونترال پایبندیم. بر طبق این پیمان‌ها ما تمام تلاشمون در وهله اول معطوف به مذاکرات چند جانبه است. ما و سایر اعضای ائتلاف یعنی سوئد، کانادا، بریتانیا و افغانستان کاملا به این روند پایبندیم. اما اگر در مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسیدیم، توافق همه ما بر اینه که از راه‌های پیش‌بینی شده دیگه استفاده کنیم که برای حفظ منافع کسانی که تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفتند، پیش‌بینی شدند. یوگن یانین بود، معاون وزیر خارجه اوکراین. صحبت‌های آقای یانین رو شنیدید شما هم. خانم بنی‌صدر، نظر شما چیه؟ آیا فکر می‌کنید که تنها امید باقی مونده اینه که از کشورهای خارجی کمک بگیرند در واقع خانواده قربانیان برای این حادثه، برای رسیدگی به این حادثه؟ بله متاسفانه. صدای من میاد؟ بله صدای شما میرسه. بله متاسفانه با تجربه که از این در این 40 سال از سیستم قضایی ایران داریم، امید خیلی زیادی نیستش که عدالت در این سیستم به اجرا گذاشته بشه. البته عدالت فکر می‌کنم تعریف عدالت فکر می‌کنم برای جمهوری اسلامی به نظر میاد که مشکل صدا داریم، نه صداهای همدیگر رو میشنوید. آیه قنچی شما با ما وصل هستید اگر که صدای ما رو میشنوید؟ بله بفرمایید خانم بنی‌صدر، بفرمایید. میگفتم که تعریف عدالت برای جمهوری اسلامی متفاوته با همه جای دنیا. بله. برای همین و اون عدالتی که جمهوری اسلامی دنبالش هست ما طبیعتا نیستیم و بله امید ما واقعا به نهادهای بین المللی، کشورهای اوکراین و دولت کانادا است که این پرونده رو به سرانجام برسونه. بله. آقای علوی، شما یک در واقع خانواده قربانیان کمپین دادخواهی راه اندازی کردن. ممکنه کمی در مورد این کمپین به ما بگید که چه میکنید و در این کمپین چه برنامه هایی دارید برای رسیدن به عدالت؟ بله. ببینید خانواده از روز اول شروع کردن به پیدا کردن همدیگه. انجمنی تأسیس کردیم و پیگیر مسئله دادخواهی و حقیقت هستیم. متاسفانه می‌بینیم که توی دادگاه‌های ایران حتی اجازه بازخواست یا صحبت از مسئولین سپاه رو ندارند بدون اجازه رهبری که اون هم صادر نشده. ما از اول هم هیچ امیدی به دادخواهی از درون ایران نداشتیم. تنها جایی که این مسئولین پاسخگو خواهند بود برای جنایاتی که انجام دادن، برای کشتن انسان‌های بیگناه، کودکان، جوانان، همه، این فقط از طریق دادگاه بین‌المللی ممکنه. ما برای رسیدن به دادگاه‌های بین‌المللی مسیرمون از کشورهای مثل کانادا و اوکراین می‌گذره. باید این کشورها روبروی جمهوری اسلامی بایستن و تقاضای دادخواهی بکنن در دادگاه‌های بین‌المللی و تمام هدف ما هم همین بوده که صدای جانباختگان باشیم، صدایی باشیم که بخوایم که این کار انجام بشه. آقای قنچی، شما اول برنامه گفتید که جلسه ای با مسئولان کانادایی داشتید. ممکنه کمی بیشتر در مورد این جلسه به ما بگید چقدر کانادایی ها امیدوار هستند که بتونن کاری پیش ببرن در این زمینه؟
جلسه امروز ما که جناب آقای جاستین ترودو نخست وزیر وقت کانادا و آقای چمپین در واقع وزیر امور خارجه و آقای راف گادل مشاور ارشد آقای ترودو حضور داشتن، خانواده‌ها را دعوت کرده بودند جهت اظهار تأسف به مناسبت سالگرد و سخنانی که گفتن سخنانی بود که حاوی این بود که این مسیر دادخواهی رو طی خواهند کرد به جد و امیدوار هستند که برسونن به روزی که این محاکمه انجام میشه. فقط خانم قاضی زاده شما یه چیزی من کوچولو یعنی در حد دو سه دقیقه خدمتتون عرض کنم، چون داشتم صحبتاتون رو گوش میکردم با مسئول اوکراینی راجع به خطا. این خطاهای انسانی که مطرح میشه واقعا اینجوری هستش که من توی یک مصاحبه دیگه هم که داشتم اینو عرض کردم خدمتتون دوستان، ما خطاهای انسانی زیادی رو داشتیم. میخوام چند تا از این خطاها رو بگم و بینندگان شما قضاوت کنن که آیا خطای انسانی اینقدر خطای انسانی میتونه در مورد عزیزان ما باشه. خطای انسانی نبستن هوای ایران، هوای آسمان ایران در شرایط جنگی، خطای فشردن اولین موشک قابل قبول، فرض کن خطای انسانی بود، دومین موشک خطای بعدی انسانی، خطای انسانی که با یک سامانه پدافند تور M1 یعنی تور M1 که یکی از سه تا سامانه های در واقع پدافند های تک یا با تکنولوژی برتر دنیا هستش که نتونن تو اون تشخیص بدن که آلتیتیود یا ارتفاع یک شی پرنده داره به سمت بالا میره، چون دو دقیقه بیشتر از پرواز نگذشته بود، به سمت بالا داره میاد به سمت پایین داره میاد که اصلا امکان پذیر نیست. یعنی یک کودک هم میتونه حتی الان با اپلیکیشن هایی که ترک میکنن پرواز ها رو ارتفاع هواپیما رو بهتون میده. و خطای انسانی بعدی گذاشتن همین سامانه بر روی بالای سر در واقع فرودگاه بین المللی مسافربری، خطای انسانی که اگه کروزی حمله کرده که آقای که مسئول سپاه بود که ما انتظار شلیک دو کروز بودیم، این کروز یا از جنوب یا از غرب کشور وارد شده و از بالا سر بسیاری از این سامانه‌های پدافندی رد شده، خطای انسانی عدم شلیک اون سامانه‌ها که بیاید بر سر تهران به اون شلیک بشه، خطای انسانی که بعد از اینکه این اتفاق افتاد بلافاصله خطا کردن که لودرها رو گذاشتن یا از قبل تهیه شده بود که تمام مکانی که مکان در واقع حتی اگه خطایی نبوده و اینا میخواستن به ثابت کنن که خطا بوده یا هر چیز دیگه، بیان با خاک یکسان کنن، بیان خاک بریزن رو محل سقوط هواپیما، تمام اویدنس ها و شواهد هایی که اونجا هست رو از بین ببرن. خطای انسانی که از همه جالبتر و در واقع خنده‌دارتر است این است که سه روز تمام مسئولین بیان جلوی تلویزیون وایسن بگن که امکان نداره اینو با موشک زده باشن. خطای انسانی که در واقع خود جعبه سیاه این همه تو دادم، من همینجوری شمردم یک بار 16-17 تا خطای انسانی بود. ما به عنوان خانواده ها حتی گیریم که یکیش درست باشه، خطاکار باید بیاد تو دادگاه. شما فهمیدید که انتظارتون چی است؟ من عرض میکنم خدمتتون، انتظار من به عنوان کسی که تمام خانوادهش تو این حادثه از دنیا رفتن این هست که دادگاهی تشکیل بشود، حتی اگه گیریم که یک نفر از اینا خطا بوده، اون یک نفر بیاد در دادگاه بشینه جلوی ما هم در اون دادگاه باشیم و بگه چرا این اتفاق افتاد. متوجه هستی؟ یعنی منظور من این هستش که گیریم که از این 16-17 خطا همه غلطه، یه خطا باشه، بالاخره یک خطاکاری هست دیگه. درسته، چرا در یک سالی که گذشت هیچ گونه دادگاهی تشکیل نشد؟ فکر میکنید چقدر امید هست که هرگز این دادگاه تشکیل بشه؟ علت این هست که مسببین در داخل خود کشور هستند. شما اگه مثلا فرض کنید که الان هر اتفاق دیگری که در این مملکت میفته، کوچکترین خطایی که میشه ظرف دو ساعت مجرم رو میگیرند، هر اتفاق بیبهایی بدون اصلا خندداری که توی مملکت میفته وزارت ها و ارگان های اطلاعاتی و فلان ظرف دو سه ساعت میگیرن و بلافاصله میاد تو تلویزیون اعلام میکنن که ما تونستیم اینا رو بگیریم. انقدر قدرتمند هستیم که ما آقای ریگی رو آسمان کشور میشونیم هواپیماشو و میگیریمش.
متوجه هستید و خیلی چیزای دیگه. یعنی منظورم این هستش که علت واضح هستش، احتیاج نیست شما بپرسید، یعنی اسان عمومی علت رو میدونند موقعی که مسببین داخل خود کشور هستند و شاید دستی تو کار دارند، خب حاضر نیستن در هیچ دادگاهی شرکت کنند. این است که زمان میگیرن و با عناوین مختلف، مثل همین عددی که الان اخیرا اعلام کردن که اصلا نه دادگاهی این قضیه رو درس دادگاهی ماده تبصره برسه هیچ چیزی، این مشخصه فقط موضوع است که انحراف دادن ذهن مردم هست. و جالب اینجا هست که توی ریسپانس هایی که ما توی مدت از بعضی های کم، یعنی تعداد خیلی کمی گرفتیم توی مدت، این هستش که یه جورایی یعنی جنگ سایبری بود که راه انداخته بودن که به ما تبریک میگفتن که قرار شده به شما $150,000 بهتون بدن، خوش به حالتون. اول از همه من می‌خواستم از اینجا استفاده کنم، از این زمانی که من دادید. هیچ کسی نیست، هیچ کس در واقع هیچ پدری نیستش که حتی $150 میلیارد هم بهش بدن حاضر باشه که خطی روی صورت بچهش بیفته. درسته. پس بنابراین این صحبت‌هایی هستش که از یک آدم عاقل، از یک کسی که یک مقدار احساس انسانی داشته باشه بعیده. و دو اینکه اصلا این عدد، ارقام در قبال کل ماجرایی که اتفاق افتاده هیچ گونه ارزشی نداره و ما خانواده ها غالبا همه عنوان کردیم که ما اول میخواییم که عدالت برگزار بشه، اول شفافیت ماجرا مشخص بشه، در کنار اون غرامت درست حق خانواده هست. خیلی ها هستن که سرپرستاشون از دست دادن. الان خانواده هایی ما داریم که توی همین کانادا که نونبیارشون به قول ناناور خانواده را از دستن، یک ساله که دارن از جیب میخورن، از حقشون است که غرامت بهشون داده بشه. بله غرامت ولی... حقشونه ولی در واقع اون خواسته اصلیشون نیست، متوجه شدم. میخواید ما یک کارشناس حقوق بین الملل دعوت کردیم، برای اینکه من از فهوای کلام شما سه نفر دریافت کردم که الان در مرحله هستیم که اکثر خانواده ها نگاهشون به راهکارهای بین المللی هست. برای همین من به همراه همکارانم از آقای محمودی دعوت کردیم. سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل هست و این قوانین رو به خوبی میشناسه. آقای محمودی، از سه نفر از خانواده ها شنیدیم امیدی ندارند که در ایران بتونند به هیچ عدالتی برسن. آیا شما امیدوار هستید که بشه در نهادهای بین المللی این در واقع عدالت رو بهش دست یافت و راهی که بخوان طی بکنن برای اینکه به اونجا برسن چقدر شدنی هست، چقدر پرسنگلاخه؟ بله، اشارت که تا جایی که مربوط به مسئله غرامت میشه قطعا این کار به نتیجه خواهد رسید، صرف نظر از اینکه ایران چی بگه، یعنی مبلغ تعیین بکنه یا نکنه. حد اکثر این است که در دادگاه بین المللی لاهه این مسئله مطرح خواهد شد، عرض خواهم کرد به چه ترتیب و در اونجا دادگاه تعیین خواهد کرد. ولی مسئله جزایی این مسئله کیفریش، یعنی اینکه تعیین مسئول دقیق این ماجرا، کسی که تصمیم گرفته، و بعدم این سوال بسیار از نظر حقوقی شاید مهمترین سوال این است که آیا این اتفاقی که افتاده اتفاق عمدی بوده یا سهوی؟ اینجوری که دولت ایران ادعا میکنه و تا حالا اصرار کردین امر سهوی بوده، اشتباه بوده، ولی خب به هر حال هستن خیلی ها و به خصوص خانواده بازماندگان قربانیان که بعضی هاشون را حداقل نظرشون این است که این کار عمدی بوده. و این اگر مسئله به دادگاه بین‌المللی کشته بشه یک سوال پایه‌ای و اصلیه و جواب به این سوال خیلی مسائل رو روشن میکنه. ضمن این که دیوان بین‌المللی لاهه صلاحیت کیفری نداره، نمیتونه کسی رو به اصطلاح محکوم بکنه، ولی قطعا این سوال یه سوال حقوقی درست و بجاست که باید بهش سوال درست جواب داد. من در طی برنامه شما از اونجایی که با معاون وزارت خارجه اوکراین مصاحبه میکردید ملحق شدم به برنامه‌تون و به صحبت‌هایشون گوش کردم. اگه پاسخ ایران همین پاسخهایی باشه که به اوکراین داده، به نظر من ایران در هیچ دادگاهی نمیتونه دفاع بکنه از اتفاقی که افتاده. اصلاً عدله ای که اردن قابل قبول نیست، اینکه اسرار دولتی و این مسائل در این مرحله و در این مورد به کلی بی‌پایه است.
به خاطر اینکه ایران مثل 5 کشور دیگه عضو کنوانسیون شیکاگو، عضو زمینه 13 این کنوانسیون، متاسفانه عضو کنوانسیون مونترال 1999 در مورد غرامت نیست، ولی به هر حال مسائلی که در اون کنوانسیون هست حقوق عرفی است به نظر من و همه پذیرفتن. تمام اینا نتیجه‌اش این است که ایران ناچارن اگر به دادگاه کشیده بشه مواجه با این سوالاتی که اوکراین مطرح کرده خواهد بود و در اونجا باید جواب بده. آقای محمودی، مسئله عمده، من امروز صحبت آقای ظریف رو میخوندم. آقای ظریف گفته که ما اطلاعات زیادی نداریم. به نظر میاد وزارت خارجه که قرار هست که مذاکرات در این زمینه رو انجام بده و دیدیم که نمایندگان وزارت خارجه در این مذاکرات هستن، خودشون مدعیان که هیچ اطلاعات دقیقی ندارن. الان با نماینده اوکراین هم صحبت کردیم، اونا هم میگن که ایران میگه اینها اسرار دولتی هست، ما نمیتونیم اینا رو در اختیار شما بگذاریم. اگر این وضعیت باشه، راهکار رسیدن به این که جواب این سوالها چیه چطور خواهد بود؟ آیا کشورهای دیگه میتونن وارد بشن و این در واقع از راههای دیگه جواب این سوالها رو بگیرن؟ اولا من تعجب نمی کنم اگر وزارت خارجه ایران میگه ما اطلاع نداریم. در خیلی مسائل دیگه هم میدونیم با تجربه‌ای که در سالهای گذشته داشتیم، مثلا در پرونده اتمی، که مسائل همیشه در ایران هماهنگی نمیشه بین دستگاه‌های مختلف، هر کسی ساز خودشو میزنه و به کسی هم اعتماد نداره. بنابراین ممکن اینجور باشه که اطلاع ندارن، ولی اینکه آیا کشورهای دیگه میتونن کار دیگه بکنن، به نظر من همونطور که گفتم و این خیلی مهمه یادمون باشه که ابزار در واقع فشاری که روی ایران کشورهای دیگه در دست دارن، هم از نظر حقوقی هم از نظر سیاسی، منحصر به مسئله غرامته. و اینم باز من با تجربه حوادث شبیه این که قبلا اتفاق افتاده، چند مورد بوده مسائل مربوط به قربانیان هواپیما و عاقبت این حوادث چه شده و قربانیان که سعی کرده، یعنی بازماندگانی که سعی کردن یا غرامت بگیرن یا هم غرامت بگیرن و هم مجرم اصلی رو در واقع تعیین بکنن، عاقبت این پرونده ها به کجا رسیده. بعضی از این پرونده ها 60 سال ازش گذشته، از جمله پرونده داگ همرشول در کل سازمان ملل متحد 1961 هواپیماش رو ساقط کردن و کشته شد. 3 بار کمیسیون سازمان ملل متحد با تعداد زیادی افراد متخصص مدت‌ها رو این کار کردن و هنوز که هنوزه هیچ کس نمیدونه که این کار کی بوده و چه کسی مسئول این کار بوده. متوجهم. جناب محمودی، فرمودید که در قوانین در واقع در دادگاه لایحه بحث کیفریش سخت هست که رسیدگی بشه، اما بخش عمده ای از اینها از خانواده ها ساکن کانادا هستن، شهروند کانادا هستن. آیا اینها میتونن در کانادا یک پرونده کیفری تشکیل بدن و اونجا دنبال بکنن؟ ببینید، یه امکان هست، بله، و امکان این یه اصلی در حقوق بین الملل داریم به عنوان در واقع زمینه های صلاحیت کیفری کشورها، در چه مواردی صلاحیت کیفری دارن. یکی از این زمینه‌های، یکی از این اصول در واقع بهش میگن اصل تابعیت غیرفعال و مفهومش این است که اگر یک تبعه مثلا کانادایی، الان در نظر بگیرید یک تبعه کانادایی در یک کشور دیگری مثل ایران یا یک کشور دیگری مورد ظلمی قرار بگیره، صدمه‌ای ببینه بر اثر عملکرد اون کشور خارجی که مخالف حقوق بین الملل است، جرمی روی اون شخص صادر بشه، کشوری که صدمه دیده، یعنی کانادا که تبعش صدمه دیده، این بر اساس این اصل صلاحیت جزایی رسیدگی رو داره و اگه دستش به اون شخص خاطی برسه میتونه اون شخص رو محاکمه بکنه. این اصل رو امریکایی‌ها سالها پیش، حدود 120 سال پیش مطرح کردن، اولا خیلی باش مخالفت میشد ولی الان تعدادی زیادی کشورها اعمال میکنن و قطعا من میدونم که اگر یه روزی یکی از اون کسانی که احتمالاً مسئول این قضیه بوده پاش به کانادا یا آمریکا برسه یا انگلیس یا بعضی کشورهای دیگه، این کشورها این اصل رو مبنا قرار خواهند داد و میتونن اعمال صلاحیت جزایی بکنن. ولی معمولا همونطور که میدونید این افرادی که مسئول این مسائل هستن خیلی کم احتمال این هست که
به جهات خودشون در آمریکا باشن یا در کانادا. ممنونم از شما سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل با ما بودند. من سعی کردیم پیشتر، الان وصل شده به ما ژانا بسپیاچوک، خبرنگار اوکراینی هست که در لحظات اول مخابره خبر از فرودگاه در کیف به ما مصاحبه داد. ژانا، من میخوام از تو بپرسم که در یک سال گذشته به خانواده افراد اوکراینی که در این پرواز کشته شدن چه گذشته؟ تو با اونا صحبت کردی، اونا چه وضعیتی دارن و چی میگن؟ I would say that they are still grieving. من میگم که اونها هنوز عزادارن و دارن عزاداری میکنند، تا حدی که حتی بیشتر شده الان از موقعی که از روزهای اولی که این تراژدی اتفاق افتاد. چرا؟ سالها طول میکشه تا آدم این غم رو فراموش بکنه، اما از سوی دیگه نمیبینن در واقع پیشبینی عدالت رو، نمیتونن ببینن که عدالت محقق بشه در آینده، و به همین دلیل سوگواریشون بیشتر شده و برایشون خیلی ناامید کننده است و بسیار عصبانی هستن از این بابت که نمیبینن که راهی رو برای تحقق عدالت در پیش روی خودشون نمیبینن. بیشترشون به حرفایی که ایران میزنه اعتماد ندارن و بعضی از خانواده احساس میکنن که اوکراین باید سختگیری بیشتری بکنه با ایران، و ولی خوشبین نیستن به مذاکرات با ایران و تحقیقاتی که ایران میکنه. میخوام بدونم که کسانی که تمام کسانی که در واقع مسئول این بودن به دادگاه کشیده بشن و مشخص بشه چه کسانی بودن و در برابر قانون بایستن. ما الان با اعضای خانواده قربانیان صحبت کردیم، با حقوقدان صحبت کردیم. امید خیلی کمی هست که فرد مسئول، آمران و عاملان در ایران محاکمه بشن، چون بسیاری معتقدند که خود سپاه که شلیک کرده الان پرونده در دست داره و رسیدگی به اون رو هم به دست گرفته. خانواده قربانیان اوکراینی آیا با غرامتی که ایران تعیین کرده راضی هستند؟ اگر حقیقت رو بهش نمیرسند با این غرامت راضی میشن؟ احساس من اینه که اونایی که من باهاشون صحبت کردم با غرامت راضی نیستن تحت اشاره، به خصوص اگر قبل از رسیدن به عدالت باشه، قبل از اینکه بدونن که چه کسی مسئول اینها بوده، چه کسی به هواپیما حمله کرده و چرا این اتفاق افتاده. غرامت پیش از اون برایشون قابل قبول نیست. قبل از اینکه این تراژدی مشخص بشه که ایران مسئولش بوده. ژانا بسپیاچوک، ممنونم که وقتتو به ما دادی و در این برنامه با ما صحبت کردی. اجازه بدید که بحث رو با خانواده قربانیان ادامه بدیم. صحبت‌های یک حقوقدان بین المللی رو شنیدیم. آقای علوی، شما حتما در این مدت با حقوقدانان دیگری در کانادا هم صحبت کردید. چقدر می‌بینید که احتمال این باشه که بتونید به نتیجه برسید در کانادا برای پیگیری جنایی قضیه؟ امیدوارم که وصل باشیم. آقای علوی، صدای ما رو دارید؟ بله بفهم. صدای منو میدونید؟ بله. حقیقتش اینه که در خاک کانادا، در دادگاه های کشور کانادا، امکان این که این جنایت رو به صورت کیفری دنبال کنیم تقریبا غیر ممکنه. تنها راهی که وجود داره، همونطور که گفتم، از دادگاه های بین المللیه، و در حال حاضر ما نمی‌بینیم که کشورها آمادگی و اینو دارن که ببرن پرونده رو به دادگاه‌های بین‌المللی. اما اینطور که ایران سنگ‌اندازی می‌کنه در مسیر مذاکرات، حقیقت رو بیان نمی‌کنه، همکاری نمی‌کنه در تحقیقات و همینطور به قانون شکنی داره ادامه میده، ما امید داریم که در سال آینده از کانادا و اوکراین اینو ببینیم که اراده‌اش رو به وجود به دست آوردن که پرونده رو ارجاع بدن به دادگاه‌های بین‌المللی.
خانم بنی صدر، همونطور که شنیدید آقای محمودی هم گفتند، به نظر میاد که راه خیلی سختی هست برای اینکه بشه این پرونده ها رو پیش برد. شما فکر میکنید که خانواده ها چقدر مصمم هستند که این پرونده به نتیجه برسه؟ چقدر همدلی و همکاری وجود داره در حال حاضر؟ همطور که آقای قنچی گفتن، شاید پارسال این سوال از من میکردین خیلی امیدی نداشتم، ولی واقعا در این یک سال گذشته و همکاری هایی که همینطور بیشتر با انجمن خانواده ها کردیم و داریم و کلن فعالیت هایی که شده و میبینیم که همین خیلی در مدت زمان کوتاه به یک اهدافی رسیدیم که خودش خیلی باعث دلگرمیه. من خودم دولت کانادا رو خیلی اگریسیف تر از چند ماه پیش میبینم، همینطور دولت اوکراین، و این خب برای ما خیلی خودش باعث امید و دلگرمیه و من اینو از تأثیر فعالیت های انجمن میبینم. و از طرف دیگه هم که حرفش رو زدیم، همکاری و حمایت مردم رو ما داریم. واقعا همینطور که خودتون فکر کنم میدونین، ما یک فاندریزینگی داشتیم که در عرض 4 روز به هدف اولیه‌مون رسیدیم و همچنان ما داریم از هم حمایت مردم برخوردار میشیم. در کل خیلی امیدوارتر از ماهای اول هستیم و فکر میکنم که همینطور باید قدم به قدم جلو بریم. آقای قنچی، بذارید بحث رو از حالا پیگیری حقوقی ببریم باز سر یک مسئله داخلی دیگه در ایران. صحبت های مطرح شد در همون هفته های اول که بنای یادبود ساخته بشه برای قربانیان. ما دیدیم که در مثلا اوکراین بنای یادبود ساختن، ساخته نشد. بعد گفتند که بهشون لقب شهید میدن و بعد هم گفتن که حالا غرامت میدن. شما واکنشتون به این موضوع چیه و فکر میکنید که چه حسی داشتید وقتی که گفتن که فرزندان شما شهیدن؟ ببین، نگاه کنید، من فکر میکنم که روزهای اولی که این اتفاق افتاد، فکر کنم سومی یا چهارمی روز، اولین نفری بودم که با بی بی سی راجع به این قضیه صحبت کردم توی خاک ایران و توی شرایطی که هنوز شوک بودم. این که در واقع بکشی کسی رو و بهش لقب بهش بدید جهت اینکه سکوت اختیار کنه طرف مقابل، اصلا انسانی نیستش. جایگاه شهیدها بسیار ویژه هستش. شهدا کسانی هستن که با شعور و با درایت، با انتخاب خودشون، برای ناموسشون، برای وطنشون جنگیدن و از صدر در واقع ایران، تاریخ ایران تا کنون شهدای زیادی داشتیم در تاریخ و من به شخص بهشون احترام زیادی قائل هستم. ولی اینکه بخواید به صورت سیاسی، یعنی فقط برای لاپوشانی کردن کار زشتی که خودت کردی یا در واقع جنایتی که مرتکب شدی، بخوای این لقب رو به بچه‌های ما بدید که ما صدامون در نیاد، یا اینکه تو اذهان عمومی بخواید این کشته شدگان رو از خودتون قلم داد کنید، روش صحیحی نیستش. و در کل ما خانواده ها و من خودم دارم اعلام میکنم هیچ اهمیتی برای ما این موضوع نداره و چیز عجیبی نیست و چیز مهمی هم اصلا برای ما نیست این قسمت. ما چیزی که میخواییم مسیر حرکت در مسیر دادخواهیم هستش. اهمیت اصلی داستان این هست که ما طی مسیر درستمون انجام بدیم و به حق برسونیم به جایی که بتونیم سربلند باشیم در جلوی خانواده‌هایی که از دست دادیم. این لقب دادن‌ها، این یادبود ساختن‌ها یا هر چیز دیگه مثل به نام غرامت یا دیه یا فلانا برای ما اهمیتی ندارد. آیا علوی، شما چی فکر می‌کنید راجع به این موضوع؟ و می‌دونم که شما در ارتباط هستید با خانواده‌هایی که در ایران هم هستن. اونا چی میگن؟ اونا به هر حال در وضعیتی نیستن که کشور دیگری بخواد ازشون حمایتی بکنه، باید در داخل ایران شرایط پیش ببرن. اونا چی میگن؟ ببینید، خانواده ها در این مسئله با هم همصدا هستن. فرقی نمیکنه کانادا باشن، اوکراین باشن، ایران باشن، انگلیس باشن، همه دارن میگن که این زخم ما بازه. تا وقتی که حقیقت مشخص نشه زخممون بازه. هیچ مقدار پولی نمیتونه این زخمو ببنده. تنها مرهمی که میتونه به این دردها و آلام ما باشه دادخواهی، حقیقت و عدالت.
میبینید که تو ایران هر چند وقت یه بار میاد یه خبره یا بزرگ میکنه مثل 150,000 دلار غرامت، تمام اینا پروپاگاندای سیاسیه، یعنی هیچ مبنای حقوقی نداره، به خانواده ها تماس نگرفتن، با کشورهای درگیر تماس نگرفتن و این اصلا قابل قبول نیستش. حالا اینکه میخوان متظاهر باشند که همدردن یا میخوان کاری بکنن، در عمل میبینید که امروز وقتی خانواده ها در ایران میخواستن مراسم بگیرن در شاهد شهر، محل که هواپیما محل سقوط هواپیما بود، راه ها رو بسته بودن بر خانواده ها، پلیس اجازه نمیداد، برق رو قطع کردن، اذیت میکردن. چرا این هم اذیت؟ اینا همش فقط پروپاگاندای سیاسی. آیا علوی، آیا در یک سال گذشته هرگز از طرف مقام های مسئول در سپاه پاسداران، در دولت با شما تماسی گرفته شد، صحبتی کردن؟ ما به خاطر اینکه حالا کانادا هستیم با ما مستقیم تماس نگرفتن، ولی تماس های مکرری بوده با خانواده های ایران، ما با تمام خانواده ها در تماس هستیم و متاسفانه روز به روز اذیت میکنم. با نزدیک شدن به سالگرد اذیت ها بیشتر شد، چه به صورت احضاریه باشه چه به بهانه دلجویی، متاسفانه دنبال این هستن که لاپوشانی بکنن، خانواده ها رو ساکت بکنن و بتونن زمان بخرن و این پرونده رو ببندن. اما ما اینجا هستیم واقعا، تا وقتی که حقیقت مشخص نشه تمام خانواده ها پیگیر هستن، به خاطر اینکه اگر حقیقت مشخص نشه، اگر نگن که چرا این کارو کردن و اگر پاسخگو نباشن، دوباره این کارو تکرار خواهند کرد، دوباره آدم خواهند کشت و این غیر قابل قبوله. خانم بنی‌صدر، اگه همین امروز یک مقام مسئولی در ایران داره این برنامه رو نگاه میکنه، حالا فرض کنیم، یا اینکه حالا در بولتن‌هاشون بهشون میرسه و بخوان بدونن که خانواده قربانیان الان چی میخوان و اگر که اونها چه کار بکنند اینها راضی میشن، فکر میکنید اون پاسخ چی هست؟ به هر حال من فکر میکنم که در این یک سال گذشته ضربه‌ای که به ما خورده خب ضربه بسیار قابل جبرانی نیست، ولی من فکر میکنم حتی یعنی کوچکترین کاری که مسئولان ایران میتونن انجام بدن در شفافسازی این فاجعه است، این جنایت، و از من فکر میکنم کار بسیار ساده ایه که دولت ایران اینو روشن کنه، یک داستان واحد از اتفاقایی که اون شب افتاده بیان کنه که بدونیم واقعا چه اتفاقی افتاده، اصلا این پروسه، اصلا این سیستم چطوری کار کرده، این که یک همچین اتفاق ساده، یک دگمه فشار دادن بتونه یک همچین فاجعه اسف باری به جا بیاره، و اینو من فکر می‌کنم که دولت ایران میتونه حداقل این اشتباه رو برای ما شفاف کنه، بیان کنه. سوال بعدی اینه که چرا آسمان ایران اون شب باز بوده؟ سوال خیلی مهمی هم هست. بله بله، و این واقعا حتی ثابت کردن که این خطای انسانی بوده یا نبوده، به نظر من این بزرگترین خطاییه که من نمیدونم مسئولین چطوری با این خطا میتونن روزانه به زندگیشون ادامه بدن. اون هیئتی که اون فرمانده هایی که تصمیم گرفتن که آسمون ایران اون شب باز بذارن، یعنی توضیح اونا چیه؟ بله خانم بنی‌صدر، ممنونم از شما آقای قنچی، آقای علوی، و ممنونم از اینکه در یک روز به این سختی از نظر احساسی در این برنامه حاضر شدید، با مردم درد دل کردید و صحبتاتون رو مطرح کردید، و ممنونم از شما که با این برنامه همراه ما بودید. اگر دوست دارید که بیشتر بدونید راجع به اتفاقی که در یک سال گذشته برای این خانواده ها افتاده و اینکه در پرونده چه پیشرفت هایی حاصل شده، حتما به وبسایت ما سر بزنید. مطالب متنوع و متعددی هست که میتونید که اونها رو بخونید. این برنامه رو میتونید روی پادکست و همینطور سایت در تلگرام بشنوید، همینطور میتونید روی یوتیوب مجدد تماشا کنید. شب و روزتون خوش.